آقای دکتر استیون اکرت یا به قول دوستای خودمون استیو جان، خیلی ممنونم که این وقت رو به من دادید و نشستید پای این صحبت خودمانی. در ایران دوستای ما شما رو به عنوان همسر زنده یاد گلنوش خالقی میشناسن و من امروز میخوام که به این بهانه به زبان فارسی، به زبان خودمون، هم با شما صحبتی بکنم و هم از زبان خودتون خاطرات و داستانهایی که دارید از دورانتون با استاد گلنوش خالقی و همچنین کارهای خودتون با هم یه صحبتی بکنیم. خیلی متشکرم از این وقتتون. منم خیلی متشکرم از دوستم بهروز جمالی که الان 21 ساله خیلی زیاد کمک دوستانی هم به خودم هم به گلنوش خالقی داده. شروع کنم با معرفی این دخترم. این لیلیه. لیلی هم زندگی من و گلنوش هست الان این 15 سال اخیر و خیلی به ما دوسته و دوستانی. قهر کرده الان، مثل این که استیو جان صورتشون رو هم بگیریم، قهر کرده، نمیبینم. نه نه، این عادتشه، جای محبوبشه. خلاصه من خیلی ممنونم که بهروز این فرصت به من میده که راجب زندگیم صحبت کنم، برای اینکه عقیده دارم که زندگی من از این لحاظ استثنائیه که من یه دونه از خیلی تعداد کم امریکایی هستم که رفته باشند ایران به خاطر موسیقی، به خاطر این که اونجا زندگی بکنند، کار بکنند به عنوان موزیسین. و خیلی مایل هستم این داستان را به شما بگم. این داستان البته بدون گلنوش خالقی نمیشه گفت. از سال 1966 که با هم آشنا شدیم تا امسال 2021 که متاسفانه مرد، گلنوش همسر و معلم و مادر خانواده در زندگی من بود و ایشون بودند که به من فارسی یاد داد و منو تشویق کرد اون موقع که فرصت پیدا کردیم که بریم ایران و حرفمون در ایران ادامه بدیم. ما آشنا شدیم وقتی که ما هر دو دانشجو بودیم در اوبرلین کالج این اوهایو. عاشق همدیگر شدیم و تقریبا مطمئن بودیم که زن و مرد بالاخره بشیم. ولی درسمون که اونجا تمام شد، گلنوش وظیفه داشت که برگرده به ایران و داخل ایران کار کنه به عنوان معلم، به جواب بورس که گرفته بود. منم بورس داشتم که داخل اروپا
فرانکفورت آن ماین جرمنی درس بخونم. بنابراین اون سال اول که ما اوبرلین رو ترک کردیم سوا بودیم از هم. اون سال تجربه خیلی خوب برای گلنوش نبود، چون زن جوان بود و ایران پر موزیسین ایرانی بود که حاضر نبودند از یه زن جوان بشنوند کارشون چجوری میتونه بهتر بشه. و رسیدیم به آخر اون سال که 1968 بود. گلنوش تصمیم گرفته بود که حتما باید ایران رو ترک کنه و ما ازدواج کردیم، اومدیم اروپا که اون وقت هر دو دنبال درس موسیقی بودیم. ولی چجوری؟ ما یه قرار داشتیم با هم که نوبتاً یه نفر از ما درس میخونه، اون طرف کار میکنه. و همینجوری ادامه دادیم 6 سال تا بالاخره ما یه جا پیدا کردیم، University of Wisconsin in Madison، که همزمان هر دو تونستیم کار کنیم، هر دو تونستیم درس بخونیم. ولی بالاخره اون درسم به پایان رسید. گلنوش Master of Music گرفته بود، منم Doctor of Music گرفته بودم و سخت دنبال کار میگشتیم. هی گشتیم گشتیم، چیزی پیدا نشد، نه برای من نه برای او. تا یه روز یه نماینده از رادیو تلویزیون ملی ایران آمد مدیسون و میخواست با دانشجو صحبت کنه راجع به کار در ایران. دنبال تکنیسیان میگشت ولی خودش اهل موسیقی غربی بود و دید که شاید یه امکانی باشه برای هم من هم گلنوش با رادیو تلویزیون ملی. اطلاعات ما رو گرفت، برگشت به ایران و 2 هفته بعد 2 تا نامه بود توی پست ما، یکی به اسم من، یکی به اسم گلنوش. و هر دو دعوت بودند که بیان کار کنیم. عجب عجب، دنبال همچین، اصلا ما امید نداشتیم که همچین امکانات پیدا بکنیم که برای هر دومون یک زمان خوب بشه. و قبول کردیم، چیزی که نتونستیم بذاریم توی چند تا چمدون فروختیم و 2 تا بچه‌مون رو بغل گرفتیم و رفتیم ایران. رسیدیم به ایران، برای من چند تا سورپرایز خوب بود که من انتظار نداشتم. یکیش این بود که کارفرمانمون که اسمش شهرزاد افشار هست، یه آدم بود که خیلی تجربه شده
خیلی با فهم بود از لحاظ موسیقی غربی. تا اون موقع یه ارکستر تشکیل کرده بود که در اروپا زده بود و مرتب کنسرت میداد که همش ضبط میشد. یه ارکستر تشکیل کرده بود که در راهی بود که موسیقی قشنگ خوب اجرا بکنه و مرتب اجرا بکنه. ساز موسیقی، پیانو و کلاوسن در اختیارم بود، البته نه بلافاصله. مجبور بودم حوصله داشته باشم تا بالاخره این سازها که از خارج از آلمان خریده بودند بالاخره برسند. یه سال تقریبا طول کشید. به چه عنوانی به شما گفتند که استخدام هستین توی NIRT اگه اشتباه نکنم؟ درسته؟ آها، منو به عنوان نوازنده ساز کلید دار هم داخل ارکستر هم برای اکمپانیمانت موزیسین دیگر هم با عنوان سولیست. پیانو و هارپسیکورد. پیانو و هارپسیکورد. بله. یادتون میاد اصلا بود هارپسیکورد در ایران کسی که بزنه اون موقع؟ بله. یه موقعی که من رسیدم یه کلاوسن خیلی کوچک در اختیار بود که فکر میکنم یه رهبر قبلی ارکستر به نام توماس کریستیان داوید آورده بود از آلمان و اونجا گذاشت. Okay. Let's put Lily down and see what happens as we're both getting too warm. می‌خواید از زمان کارتون با ارکستر صحبتی داشته باشید؟ یه خبر خوب دیگه هم برام بود که موزیسین خیلی با استعداد استخدام کرده بودند برای این ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون، اغلبشون ایرانی، ولی برای هر گروه در ارکستر یه نفر آورده بودند از اروپا که کارشون خیلی خوب بود. رهبرم می آوردند هم از ایران هم از خارج که کارشون خوب می دانستند و همکاری با این گروه خیلی جالب بود برای من. میشه به سمت گلنوش هم اشاره بکنید؟ ایشون رو برای چه عنوانی استخدام کرده بودند؟ بله، گلنوش را استخدام کرده بودند که یک کور برای رادیو تلویزیون تشکیل کنه. تا اون موقع کوری نبود در ایران که برای ضبط کردن رپرتوار اروپایی. گلنوش تصمیم گرفت که یه کارگاه رو تشکیل کنه که آوازخون تربیت کنه
هم خودش درس میداد، هم من درس میدادم، هم دو نفر خواننده از اتریش به عنوان معلم داشتند که بعد از تقریبا یه سال و نیم اون گروه حاضر بود کنسرت بخونه، ضبط بکنه، کارها از برامز باخ، گروه همسرایان رادیو تلویزیون که بعداً به گروه هم‌آوازان و این اون موقع آرزو گلوش بود که همچین گروه داشته باشه و رهبرش بشه. هر دو هفته کنسرت برای عموم دادیم، ضبط همش کردیم، یه برنامه رادیویی درست کردیم که اون چیزا که ما ضبط کرده بودیم و با نتیجهش راضی بودیم پخش می کردیم با صحبت، هم من صحبت می کردم راجع به موسیقی، هم یه زن انگلیسی که مستخدم رادیو تلویزیون هم بود، یعنی در استخدام رادیو تلویزیون بود. مستخدم به معنی در استخدام رادیو تلویزیون. خیلی ممنونم که با منو یادآوری کردی که چقدر برای همکاری هامون فارسیم خنده‌دار بود، برای اینکه اون موقع خیلی کم بلد بودم تا الان هستم و دائم اشتباه می‌کردم که برای بقیه خیلی خنده دار بود. خنده دار چه بهتر. بالاخره به مرحله رسیدم که تونستم I could tease my Persian friends in Persian. سر به سر دوستای فارسی زبانتون بذارید به زبان خودشون. بله. از رهبرای ارکستر اون زمان کسی یادتون هست که باش مستقیم کار کردید؟ رهبر که اولین رهبر که باهاش همکاری کردم توماس بالدنر بود که بعداً رفت یونیورسیتی آف ایندیانا. رهبری از تمام دنیا داشتیم، از فرانسه، از آمریکا، از روس. معروفترین رودولف وارشای بود که دو دفعه با ارکستر همکاری کرد. رهبر آمریکایی به نام دیوید امرام داشتیم. رهبر فرانسوی آوردیم برای موسیقی مدرن که ایوو مالک اسمش بود. کارهای خودش اجرا می کردیم، کارهای آهنگساز ایرانی رهبر آوردیم از انگلستان برای اینکه ما یه جشن داشتیم از موسیقی انگلیسی با همکاری English Chamber Orchestra. البته هیچ کدوم از این رهبرهای مهمون از خارج
فارسی بلد نبودن و گاهی البته فارسی لازم بود، فرانسوی لازم بود، آلمانی لازم بود و انگلیسی. مترجم در تمرین من بودم و گاهی انگلیسی و فارسی، گاهی فرانسه فارسی، گاهی آلمانی فارسی، گاهی همه سه تا. خاطره که به یادم بیاد اینه که فقط من نبودم که مترجم بود. اون موقع که من برای ارکستر دائم ترجمه می کردم، پسر کوچیکمون جولیان 3-4 سالش بود. زبان مادرش فارسی بود ولی شکلش شکل بچه آمریکایی بود، موهاش بلوند و خیلی پیش می آمد که مردم انتظار نداشته بودند که این بچه فارسی حرف بزنه. نه فقط فارسی حرف میزد، ولی برای مردم که فارسی نمیدونستند انگلیسی بلافاصله ترجمه میکرد براشون. رادولف پالشای is the same guy who arranged for Shostakovich, correct? Arranged his strings. بله. He arranged some Shostakovich works for strings. Yes. When Shostakovich was alive. بله. چه سالی بود پالشای؟ بارشای در ایران 1975. از رهبران ایرانی کسی یادتون میاد موقع بودن؟ علی رهبری، روبن گریگوریان، فرهاد مشکات. فرهاد مشکات هیچ همکاری با این ارکستر نکرد اون زمان که من بودم. همکاریش قبل از اون بود. ما خیلی پیشبینی کار جالب داشتیم. سال 1978 کار جالب که تونستیم انجام بدیم این بود که اولین پخش زنده از رادیو تلویزیون، پخش زنده موسیقی انجام داده بودیم. پخش زنده موسیقی با این گروه NIRT منظور. بله. بله. و داشتیم برنامه درست می‌کردیم برای اینکه هم ارکستر هم کور هم آوازان زیر رهبری گلنوش برند اروپا برای تورنه. الان هم اروپا هستن البته، ولی به یه شکل دیگه اروپا هستن. بله. بله. ولی انقلاب که اتفاق افتاد، تمام این کار شد نخوش آمد، شد قابل شک. ارکستر را تعطیل کردند. کار من و کار گونوش را تعطیل کردند. من خوشبختانه همون موقع برنامه داشتم که برگردم آمریکا برای ادامه درس دکترات و همون کار رو کردم با پسر بزرگ ما رامین، برای اینکه مدرسهش بسته بود. من و پسر بزرگم
ایران رو ترک کردیم دسامبر 1978 و همینطور که میدونین تا یه ماه بعد شاه رفته بود و ایران را بستند. کسی نمیاد، نمیاد، کسی نمیره. گلنوش و پسر کوچیکمون هنوز ایران بودند و یه زمان 5 ماه گذشت که برای ما خیلی ترسناک بود، ولی بالاخره تونستند گلنوش و پسر کوچیک بیان بیرون و ما یه فاز دیگر زندگیمون شروع کردیم اینجا در آمریکا. هفت سال گذشت که ما باز هم نوبتی کار می کردیم در نوع کار که اصلا با موسیقی ربطی نداشت و اونجا که پیدا می شد کار که مربوط به موسیقی بود. 1986 یه امکان پیش اومد که بنده برای National Gallery of Art کار کنم به عنوان موزیسین. اونجا یه برنامه موسیقی داشتند، کنسرت هر هفته و برای موزیسین اتفاقا کار زیاد داشتند. این خیلی شانس بزرگ بود و بعد از چندین سال همون برنامه را دادند دست من به عنوان Director of Music که از اون به بعد اون وقت نوع موسیقی که اونجا اجرا میشه انتخاب کردم. زمنان تونستم ترتیب بدم که کارها از امین اولا حسین، رضا والی و گلنوش خالقی اونجا اجرا بشند. به مثل اینه که زندگیمون رو دوباره در آمریکا شروع کردیم، گلنوش تصمیم گرفت که یه سازمان تشکیل بکنه که بهش اسم روح الله خالقی آرتیستیک سنتر RKAC داد و به وسیله این سازمان یه ارکستر کوچیک
تشکیل کرد، رهبری میداد، چند تا کنسرت هم اینجا در واشنگتن هم در نیویورک اجرا کردن و الان تخصصشون موسیقی ایرانی بود. گلنوش چند تا از کارهای پدرش تنظیم کرده بود، ارکسترش هم ساز غربی داشت هم ساز ایرانی و خیلی سوکسه پیدا کرد. مردم خیلی لذت می بردن از این کار. از چه سالی تا چه سالی بود؟ یادتون میاد استیج 1985 تا 1990. ضمن این که من نشنال گالری آف آرت کار می کردم و گلنوش کار ارکسترش ادامه می داد، گلنوش شاگرد پیانو قبول می کرد و این کار اتفاقا خیلی رشد پیدا کرد تا بالاخره بیشتر از 25 شاگرد تو استودیو داشت. منم کمک میکردم به عنوان معلم تئوری و برای خانواده ها که بچه هاشون برای این کار میفرستادند خیلی اتفاق بزرگی بود، برای اینکه یه راهی بود که بچه هاشون با فرهنگ ایران تماس داشته باشند و راجبش یاد بگیرند. یادتون هست چه سالی بود که شروع کردید به درس دادن؟ درس دادن همون 1981 شروع شد و تا 2015 ادامه داشت. خیلی ممنون قبل از هر چیزی، ولی من باید از پدر مادر رو تشکر کنم برای اینکه اگه سپورت شما، اگه همکاری شما، اگه همراهی شما
و کمک های شما و هم فکری های شما نباشه ما نمیتونیم کار بکنیم. 100% یک تیم ورکه و خودتون میدونید بسیار بسیار مهمه که با هم کار بکنیم که بتونن بچه ها از این زمانی رو که دارن با من میذارونن بهترین استفاده رو کنن. خیلی ممنون از همتون و خیلی ممنون از بهروز عزیزم، زحمت کشیدید و همطور که میبینیم خوراکی خیلی خوشمزه همه آماده کردن با هم نهاری خواهیم داشت. خیلی ممنون و متشکرم. میخواید لیلی رو برداریم دیگه. She needs attention. Come on. Come on. Are we good? در طول این مدت 20 سال که اشاره کردم ما خیلی فعال بودیم. با همکاری من گلنوش کتاب پدرش را چاپ می‌کرد، وبسایت را درست می‌کرد، متنش هم به فارسی هم به انگلیسی چاپ می‌کردیم، کنسرت می‌دادیم. سال 2015 که رسید سلامت گلنوش دیگه نذاشت که فعالیت مثل قبل انجام بده و ما توجهمون گذاشتیم روی میراث گلنوش و پدرش که دکومنت رو جمع کردیم، وبسایت رو کامل می کردیم و دیدیم که کار که گلنوش انجام داده بود به این عنوان برای آینده بمونه. با این کار کمک داشتیم از بهروز جمالی با درست کردن وبسایت، با چاپ کردن 3 تا CD ای ایران، Remembering My Father and Eternal Songs of Persian Women and the only complete recording of Gulnush's piano works performed by Tara Kamangar. Oh, Farsi. What is he looking for? Yeah. Yes. یه کار دیگه ایشون ضبط کردن تمام کارهای پیانوی گلنوش با نوازنده تارا کمانگر، با درست کردن و کامل کردن وبسایت گلنوا که اونجا تمام این کارها هست. یه نفر دیگه که خیلی کمکمون کرد پژمان اکبرزاده بود که پارتیتورهای پدر گلنوش روح الله خالقی مرتب کرد و کاتالوگ کرد. آقای سیاوش بیزایی هم خیلی به ما کمک کرد. از آلمان اومد، 3 ماه با ما بود که تمام کارهای گلنوش را ترانسکرایب می کرد که چاپ بشند. I guess too difficult we can. I just want it to be documented. That's yeah. در دسامبر 2020 حال گلنوش خیلی بدتر شد. مجبور بود بره بیمارستان. بعد از 2 ماه آوردیمش خونه که فوریه 2021 از پیش ما رفت.
حالا موندند من و لیلی خیلی پشتبانی داریم از دوستان که هنوز با میراث گلنوش خالقی مشغول هستیم. استیو جان خیلی ممنونم و ما قرار گذاشته بودیم که اگه شما در فارسی به مشکلی برخورد کردید کات بکنیم، ولی نیازی به کات شدن نبود و خیلی روان و خیلی خوب به فارسی با ما صحبت کردید. خیلی متشکرم از وقتت. استیو خواهش میکنم.